اتفاقای عجیب و غریب و وحشتناکی همیشه دور و بر ما میفته، اما بعضی از اونها هیچ وقت از خاطره ها پاک نمیشه. ماجرایی که میخوایم امروز براتون تعریف کنیم تابستان سال 98 در استان خراسان رضوی و در شهرستان رشدخوار اتفاق افتاده. برای دونستنش با ما همراه باشید. سلام، من امینم و به یک ویدیو دیگه از فیکشن خوش اومدید. ماجرایی که امروز میخوایم براتون تعریف بکنیم در شهرستان رشدخوار استان خراسان رضوی اتفاق افتاده. ماجرا جایی شروع میشه که در سال 94 تلفن همراه یک آقایی به اسم حسین که چوپان بوده و گلش رو برای چرا برده بوده به صحرا زنگ میخوره. حسین که رفته بوده گلش رو به چرونه، تلفنش رو جواب میده و میبینه که یکی از اهالی روستاست. اون فرد دوست یا همسایه بهش میگه که خانومت مریضه، لطفاً برگرد خونه. منتها حسین موتورش مشکل داشته و نمیتونسته برونه. از اون دوستش خواهش میکنه که بیاد دنبالش. اونم با یه وانت میاد دنبالش. با هم دیگه برمیگردن روستا و میبینن که دو نفر به زور وارد خونهشون شدن و همسرش و بچه‌هاش رو کتک زدن. بی دلیل. فقط وارد شدن، چیزی رو ندزدیدن و فقط کتک زدن و رفتن. پسر حسین میگه که توی این درگیری من موفق شدم ماسک یکی از این آدم‌ها رو بردارم. اسمش محموده و تو همین روستا هم زندگی می‌کنه. حسین که محمود رو میشناخته میره شکایت میکنه و مشخص میشه که محمود به همراه یکی از فامیلاش به اسم محمد اون روز به زور وارد خونه حسین شدن و خانوادش رو کتک زدن. شکایت میکنن ازشون، محمود فراری میشه اما محمد رو دستگیر میکنن و خب میره زندان. بعد از مدتی هم محمود خودش رو به پلیس معرفی میکنه و اون هم دستگیر میشه و میفته زندان. تا اینجا یک پرونده معمولی رو داریم، تا اینکه 4 سال بعد یعنی سال 98 محمود مرخصی میگیره و چند روز برمیگرده به خونش. خبر نداشته که حسین برای انتقام جویی از اون یه نقشه هایی کشید. حسین اون رو زیر نظر داشته و از روی پشت بام خونه های همسایه رفت آمد اون رو در نظر میگرفته. یک شب که محمود به همراه خانوادش از عروسی برگشته بودن و توی حیاط خوابیده بودن، متوجه میشن که از پشت بوم یکی از خونه های نزدیکشون داره صدای تیراندازی میاد. وقتی که به خودشون میان میبینن که یک آقای سیاه پوشی از پشت بوم خونه همسایه اونها رو به رگبار میبنده. توی اون جمع محمود که هدف اصلی تیراندازی بوده کشته میشه. دو نفر دیگه توی اون جمع، یعنی فردی به اسم جمال و فردی به اسم رضا که برادر محمود هم بوده، دنبال تیرانداز میکنن تا ببینن که کی بوده که اومده اون شب به جون اینها سوء قصد کرده. توی راه توی یکی از کوچه ها میتونن بهش برسن و سعی میکنن با آجر به سمتش حمله بکنن، اما اونجا هم فرد سیاه پوش تیراندازی میکنه و در نتیجه رضا کشته میشه و جمال هم به شدت زخمی میشه. وقتی ماجرا به گوش پلیس میرسه، خب اصلی ترین مظنون که انگیزه زیادی هم برای این کار داشته کسی نیست جز حسین. حسین رو به همراه چند نفر از بستگانش دستگیر میکنن و اون توی بازجویی ها با افتخار اعلام میکنه که برای گرفتن انتقام این کارو کرده. اما خب بعد منکر قضیه میشه و میزنه زیر اعترافاش. به هر حال ماجرا به دادگاه کشیده میشه و وقتی حسین در برابر قاضی قرار میگیره دوباره حرفاش رو تکرار میکنه. میگه که چند روز محمود رو زیر نظر داشتم، رفت آمداش رو چک میکردم، میبینم چه ساعتی میره چه ساعتی میاد. اون شب هم پشت بوم خونه همسایه‌شون منتظرشون بودم تا بیان. وقتی که از عروسی اومدن دیر هم شده بود، اما جا انداختن تو حیاط 4 نفری خوابیدن. همشون سرشون زیر پتو بود و من نمیتونستم بفهمم که محمود دقیقاً کجا خوابیده. به خاطر همین یه تیر هوایی شلیک کردم. وقتی که سرش رو از زیر پتو آورد بیرون، همشون رو به رگبار بستن. قصدم این بود که محمود رو بکشم و اونجا به کسی دیگه تیر نخوره. همینطور هم شد.
اما دو نفر دنبالم کردن تا تونستن تو کوچه پشتی به هم برسن. وقتی به هم رسیدن نزدیک یک کامیون آجر بود. آجر ورداشتن و به سمتم پرتاب کردن. منم برای اینکه از خودم دفاع بکنم و بتونم فرار بکنم بهشون شلیک کردم. اونجا خیلی بیشتر تیر در کردم. همین تیراندازی باعث شد که یه نفر دیگه شونم کشته بشه. خیلی برام مهم نبود. فقط میخواستم که فرار بکنم. بعدش هم از جاده اصلی برگشتم به خونم و از کوچه پس کوچه ها سعی کردم یه جوری که کسی نبینتم برم خونه. فکر نمی‌کردم لو برم، ولی حالا هم که لو رفتم خیلی ناراحت نیستم. در نهایت قاضی با توجه به اعترافات و شواهد پرونده حسین رو به 2 بار قصاص محکوم میکنه. هرچند که اون و وکیلش به این حکم اعتراض میکنن، اما اعتراضشون هم در دیوان عالی رد میشه و حکم محمود تایید میشه. اون به 2 بار قصاص محکوم شد. این یک پرونده جنایی بود که براتون تعریف کردیم، اما مرموزترین قسمت ماجرا شروع پرونده است. اصلا چرا محمود باید بره خونه حسین و زن و بچه اون رو کتک بزنه؟ دیگه محمودی نیست که ازش این سوال رو بپرسیم و حسین هم هیچ وقت در مورد این صحبت نکرده. آیا کینه اونها برمیگرده به قبل و دلیلی داشته، یا اینکه محمود به یک دلیلی که مشخص نیست این کارو کرده؟ این موضوع برای همیشه سر به مهر میمونه و هیچ وقت هم نمیتونیم براش جوابی پیدا بکنیم. ماجرایی که باعث کشته شدن 2 نفر به طور مستقیم و کشته شدن 1 نفر غیر مستقیم و نابودی 2 تا خانواده شد. اگر به ماجراهای این چنینی و ویدیوهای این چنینی علاقه دارین، لطفاً زیر همین ویدیو دکمه سابسکرایب رو بزنید. زنگوله کنارش رو هم فعال کنین تا از آخرین ویدیوهامون باخبر بشین. حتما نظرتون رو در مورد این پرونده با ما در میون بذارین و اگه از این ویدیو خوشتون اومد، علاوه بر لایک کردنش اون رو با دوستانتون هم به اشتراک بذارین. مرسی که با ما همراه بودید.